سفر به اعتباط آلیات از ابتدای شیوع ویروس و بیماری کرونا متوقف شد و عاشقان اهل بیت اسمت و تهارت علیهم السلام از سفر به کشور عراق محروم شدند اما بعد از سفر اخیر مصطفی کاظمی نخست وزیر عراق به تهران و توافق با مسئولان ایرانی برای لغو روادید میان دو کشور البته با شرایط خاص و نیز پس از اعلام عادی تر شدن شرایط انتشار ویروس کرونا در ایران در روزهای اخیر اخبار مختلفی مبنی بر برقراری سفر به عتبات شنیده شد در همین حال بررسی های خبرنگار شیه ویوز نشان می دهد که از روز دوشنبه سفر زائران ایرانی به عراق از طریق فرودگاه شهر مقدس نجف بدون ویزا آغاز شده است. از سوی دیگر رئیس سازمان حج و زیارت ایران اعلام کرد که زائران ایرانی می توانند از طریق ثبت نام در کاروان زیارتی آزم عراق شوند. و بر اساس برنامه ریزی انجام شده هزینه سفر عادی هر شخص از طریق کاربان 9 میلیون و 500 هزار تومان برآورد شده است وی در ادامه با اعلام این که هنوز این قیمت هم نهایی نشده گفت تا زمانی که اولین گروه اعزام نشوند امکان اعلام قیمت نهایی نیست اما ما برای ازام زائران که قرار بود در ایام عرف برقرار شود برای سفر یک هفته ای به عطبات یعنی سه شب در شهر مقدس کربلا سه شب در شهر مقدس نجف و یک شب در شهر مقدس کازمین هزینه سفر به عطبات را حدود 9 میلیون و 500 هزار تومان پیش بینی کرده بودیم